نانو هم چشمه حیات آدی به سوی حق باتی نجات توی فرزند جاودانی خدا تنها شفیع آسیانم در سما شفیع آسیان اندر سما تویی امید و زندگیم ایسا تنها به فیض خود نگهداری مرا در من نباشد هیچ ثوابی جز خطا تو بخشی درد جسم و روحم را شفا محبوبم عیسی فرزند خدا عیسی تو این نور و کلمه خدا برتر ز فوج ملائک و انبیا اینک قدرت آسمان در دست تو مرگ و حیات ما فقط به خواست تو مرگ و حیات شنوندگان عزیز سلام بر شما، با امید این که روزهایی شاد و موفقی را در فیض خداوند مهربان سپری فرموده باشید. من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. عزیزان، خداوند یگانه و مهربان ما همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که می باشید بی نهایت دوست می دارد. خداوند همچون پدری دلسوز و غمخوار مایل است تا با شما گفتگو کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده اجازه بفرمایید تا او توسط متن پیام و سرودهای روحانی این برنامه برکت و آرامش الهیش را عطا بفرماید. فرزند خدا
دوستان، در دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می‌کنیم، برای حفظ بقا و زنده بودن از نظر فیزیکی محتاج به تغذیه سالم هستیم. ما برای اینکه از بدنی سالم برخوردار باشیم، باید به طور مرتب بدن خودمون را از مواد غذایی که مناسب و سازنده هستند تغذیه کنیم. جامعه ما هم بنابر نیازهای فیزیکی ما، این مایحتاج ما را به فراوانی در اختیارمان قرار میده. وقتی به محیطهایی که در آن زندگی میکنیم توجه میکنیم، دیدن تابلوهای رستورانهای بیشمار و قهوه خانههای متعدد در هر گوشه و کنار جلوی چشم ما وجود دارند. امروز وقتی در خیابانهای شهرمون قدم میزنیم، تقریبا این غیر ممکنه که در فاصله چند متری از هم یک رستوران یا محلی برای فروش مواد غذایی، نوشیدنی و قهوه وجود نداشته باشه. این یک نعمتیه که خداوند به ما عطا فرموده. خداوند ما را طوری خلق کرده که برای زنده ماندنمون باید حتما غذا بخوریم و او همینطور ما را برکت داده تا امروزه در جامعه زندگی کنیم که این مایحتاج ما در آن به فراوانی موجود می باشه. اگرچه متاسفانه ما بنابر شهوات انسانی خودمون از وجود این نعمت و برکت خدا سوء استفاده می کنیم و بسیار بیشتر از اون چی که واقعا باید به بدنهای خود می خورانیم. این سوء استفاده از غذا توسط بشر دو مشکل بسیار بزرگ را به وجود آورده که هیچ کدام به آسانی قابل حل نیستند. ما امروزه شاهدیم که در کشورهای غربی شهروندان تا چه حد از حد و مرز صحیح و سالم تغذیه عبور کردند و دچار چاقی‌های وحشتناک و امراضی که این چاقی و اضافه وزن با خودش به ارمغان میاره هستند. امروزه یکی از مشکلات بزرگ آمریکا پرخوری و اضافه وزن داشتن شهروندان اون میباشه. پرخوری و بدخوری در تمام سطوح جامعه به چشم میخوره. حتی عده زیادی از افراد تحصیل کرده هم که به خوبی از مضرات پرخوری با اطلاع می باشند، در دام این شهوت اسیر و مریضند. پرخوری و سوء استفاده از مواد غذایی یکی از مشکلات انسان در مورد تغذیه و اون چی که برای حفظ بقا به اون محتاج می باشه. کمخوری و کمبود و یا اصلا نبودن مواد غذایی هم مشکل اول بسیاری از کشورهای دیگه و میلیونها انسان در این قرن می باشه. امروزه میلیونها نفر در حال ضعف و مرگ از کمبود غذا هستند. من واقعا نمی دونم که کدوم بدتره، پرخوری که انسان را به تدریج به سوی بیماری های مرگبار پیش می بره و یا کمبود و نبود غذا. ولی چیزی که مسلمه اینه که هر دو گروه دارن زجر میکشن و اسیر این مصیبت هستن. عزیزان توجه بفرمایید، قصد من در صحبت این هفته این نیست که به بررسی و حل و فصل مشکل پرخوری و کمخوری بپردازم. این مشکل مشهود و ملموسیه که همه ما از اون کم و بیش با خبریم و دولت‌های ما هم با خرج میلیاردها دلار در صدد این هستند که راهی پیدا کنند تا پرخورها را به کمخوری و کمخورها را به اندازه کافی غذا بخورونند. بله، جامعه ما با بالانس متعادل خودش را از دست داده، چرا که می ترسیم نکنه فردا به اندازه کافی نداشته باشیم بخوریم.
بله، ترس ما از نبودن به اندازه کافی فرداهاست. انسان‌های بسیاری توکل خود را از خداوند برداشتند و با تقلا، تلاش و زور به فکر همان روز خودشون هستند.